شهر مقدس مشهد نیز همانند دیگر شهرهای اسلامی در ایام ماه رمضان عظیم با دیگر ماههای سال تفاوت دارد و اهالی آن آداب و رسومی دارند که باعث می شود مشهد در این ماه عظیم حال هوای دیگری داشته باشد پخت غذاهای متنوع از جمله شله مشهدی و شله زرد از آداب و رسوم قدیمی مشهدی ها در ماه رمضان عظیم است از دیگر اقدام های صورت گرفته آزینبندی و چراغانی مناطق مختلف شهر به خصوص حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و دیگر اماکن عمومی مشهد و نیز گستراندن سفره افتار در سنهای حرم مطهر است بنا به توصیه های بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما حادثه صادق حسینی شیرازی دام مرکز مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس مشهد بر فعالیت های انسان دوستانه خود در ماه رمضان عظیم می افزایند. علاوه بر برگزاری محافل قرآنی و مجالس مختلف در مساجد حسینیه ها و حرم متحر حضرت امام علیه السلام نظر ختم انعام از دیگر آداب و رسوم مردم شهر مقدس مشهد در این ماه عظیم است ناگفته نماند مردم شهر مشهد معتقدند که ختم قرآنی که در ماه رمضان عظیم آغاز می شود باید حتما تا آخر همین ماه تمام شود و اگر می شود رسم جالب دیگر در مشهد این است که هر فردی که جزء آخر قرآن کریم نوبتش به سوره توحید رسید در پایان جلسه با یک جعبه شیرینی از قاریان و حاضرین پذیرایی می کند حضور زائران در حرم مطهر امام رضا علیه السلام نیز در این ماه عظیم بیشتر شده و با شکوه دوچندان به ویژه برای مناجات و راز و نیاز نیمه شب و سهرگاه مشاهده می شود در پایان گفتنیست برخی آداب و رسوم اهالی شهر مقدس مشهد در ماه رمضان عظیم بیش از 600 سال قدمت دارد.